30 نویبر در شهر دوشنبه مجلس کمیته اجرایی مرکزی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان برگزار گردید که در کار آن اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، رئیس معظم حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان محترم امام علی رحمان اشتراک و سخنرانی نمودند. در مجلس اعضای ریاست و کمیته اجرایی مرکزی حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان، فراکسیای حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در مجلس نمایندگان مجلس عالی، رهبران یک قطار ساختار و اداره های دخل دار، کارمندان مسئول دستگاه کمیته اجرایی مرکزی حزب، رهبران کمیته های اجرایی حزب در ولایت ها و شهر و ناحیه ها، نمایندگان وسایط اخبار عامه حزبی و اعضای فعال حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان اشتراک نمودند. در مجلس جریان اجرای قرارهای انجمنهای 13 و 14 حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان و وظیفه های تشکیلات های حزبی در مرحله منبعده مورد بررسی قرار گرفته به هیئت اعضای کمیته اجرایی مرکزی تغییرات وارد کرده شد. ضمن سخنرانی رئیس معظم حزب تاکید نمودند که امروزها ما در شرایط مرکب قرار داریم. برخورد منفیت های ابرقدرت ها برای از نو تقسیم کردن جهان و دستیابی به ذخیره های طبیعی، مسلح شوی با شتاب، آغاز مرحله نو جنگ سرد، شدت گرفتن مبارزه های اطلاعاتی و جنایت های کیبری، اینچنین تغییریابی اقلیم و عاقبت های وابسته به آن، پهن شوی بیماری سیرویتی و مشکلات دیگر زندگی ساکنان سیاره را به دوره سنگین تر در تاریخ قریب 100 ساله انسانیت روبرو کرده اند. رئیس معظم حزب ابراز داشتند که حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان در حیات سیاسی و اجتماعی ساکنان تاجیکستان نقش مؤثر داشته، در تشکل فرهنگ سیاسی و خودشناسی و خودآگاهی مردم نقش سزاوار میگذارد. وظیفه های اساسی حزب ما در مرحله نوی رشد جامعه و دولت در برنامه های پیش از انتخاباتی آن، قرارهای انجمن های 13 و 14 که سمت های مهمترین رشد مملکت را تا سال 2027 در بر میگیرند مشخص گردیده اند. به تاکید رئیس حزب، رسالت و مضمون و ماهیت برنامه های حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان رشد استوار تاجیکستان صاحب استقلال، آباد و پیشرفته و از لحاظ سیاسی و اقتصادی و اجتماعی با ثبات می باشد. اشاره کرده شد که کمیته های اجرایی حزب یکجا با ساختارهای وکالتداری ساحه های گوناگون و مقامات اجرایی محلی حکومت دولتی جهت فراهم آوردن جای های نوی کاری و زینه به زینه بهتر نمودن شرایط زندگی اهالی تدبیرهای ضروری اندیشیده حل مسئله های اجتماعی را در مرکز دقت قرار می دهند. در تاسیس انفراستراکتور اجتماعی، بهسازی وضع مؤسسه های تعلیمی، بهتر گردانیدن شرایط آیله های سرفرزند، جدا نمودن کمک های ایلوگی به یتیمان و معیوبان و دیگر گروه های آسیب پذیر جامعه مساعدت می نمایند. از جانب اساسگذار صلح و وحدت ملی، پیشوای ملت، پرزیدنت جمهوری تاجیکستان، رئیس حزب خلقی دموکراتی تاجیکستان محترم امام علی رحمان بار دیگر تاکید گردید که با مقصد باز هم گسترش بخشیدن کارها، اعضای فراکسیای حزب را در پارلمان مملکت ضرور است همکاری را با کمیته های اجرایی حزب در ولایت ها و شهر و ناحیه ها تقویت بخشیده، تمام دانش و ملکه و مهارت و تجربه خود را به خاطر عملی نمودن برنامه های حزب و تطبیق استراتژی ملی رشد جمهوری تاجیکستان برای دوره تا سال 2030 روانه نمایند. اطلاع داده شد که امروز شماره تشکیلات های ابتدایی حزبی 6577 و اعضای حزب 517388 نفر را تشکیل می دهد. در ادامه مجلس از جانب رئیس معظم حزب محترم امام علی رحمان فعالیت ساختارهای حزبی برای دوره سپری شده و وظیفه ها برای سال آینده مشخص گردیدند. با کمیته های اجرایی حزب دستور داده شد که وابسته به مسئله های داخلی حزبی، مخصوصاً تطبیق نظامنامه ها، طلبات آیین‌نامه و برنامه ها، قبول صفتناک اعضای حزب، سری وقت برگزار نمودن مجلس های کمیته های اجرایی و تشکیلات های ابتدایی، اشتراک فعالانه در معرکه های سیاسی، انتخاب و جابجا گذاری کادرهای رهبری کننده حزبی به طریق آزمون، رعایت آدابنامه کارمند حزب و بهبود بخشیدن شرایط کاری چاره‌جویی نمایند. همزمان همه تشکیلات های ابتدایی حزبی در محل ها و تشکیلات های ابتدایی وظیفه دار گردیدند
ки корҳои таблиғотиву ташвиқотиро дар самти амалигардонии ҳадафҳои барномавии Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон вусъат бахшида, мардуми кишварро барои истиқболи арзандаи 35-солагии истиқлоли давлатӣ сафарбар намоянд ва худашон дар ин самт ташаббускору фаъол бошанд. Баъд аз суханронии раиси муъаззами ҳизб Зунайда Раҷабова, раиси кумитаи иҷроияи ҳизб дар вилояти мухтори Кӯҳистони Бадахшон, Мадина Раҷабова, омӯзгори коллеҷи омӯзгории ноҳияи Лахш, Саидбек Мирзомудинов, роҳбари қабулгоҳи ҷамъиятии Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон дар Федератсияи Русия, Маҳмадисо Қурбонов, роҳбари хоҷагии деҳқонии Имоми Аъзами ноҳияи Кӯшониёни вилояти Хатмон ва Исроил Хуҷа Самандаров, директори генералии ҷамъияти масъулияташ маҳдуди фаровони яки шаҳри Хуҷанди вилояти Суғд дар музокира баромад намуданд. Аз рӯи ин масъала қарори маҷлис қабул карда шуд. Ҳамин тариқ дигар масъалаҳои рӯзномаи маҷлис, аз ҷумла ворид намудани тағйирот ба ҳайати аъзои кумитаи иҷроияи марказии ҳизб аз ҷониби аъзои кумитаи иҷроияи марказии Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон баррасӣ гардида, қарорҳои дахлдор қабул шуданд. Дар идомаи маҷлис масъалаҳои кадрӣ мавриди баррасӣ қарор гирифтанд. Бо сабаби ба кори дигар гузаштанаш, Бахтиёр Ҳамдамов аз вазифаи сармуҳаррири нашрияи марказии Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон Минбари Халқ озод шуда, Рауфзода Суҳроб Холмурод ба вазифаи сармуҳаррири рӯзнома интихоб гардид. Дар ҷамъбасти кори маҷлиси кумитаи иҷроияи марказии Ҳизби Халқии Демократии Тоҷикистон раиси муъаззами ҳизб муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон иброз доштанд, ки ҳар як узви ҳизб барои татбиқи вазифаҳои стратегии давлату ҳукумат, такмил додани низоми қонунгузорӣ, таҳкими сулҳу ваҳдати миллӣ, вусъат додани ғояҳои созандаи ватандӯстона ва тақвият бахшидани худшиносӣ ва худогоҳӣ саҳми босазои худро мегузоранд. ва ҳамеша дар хотир дошта бошем, ки узви Ҳизби Халқии Демократӣ будан ҳам ифтихору шараф ва ҳам масъулияти бузург дар назди халқу ватан ва сарнавишти ҷомеаи демократӣ, дунявӣ ва ҳуқуқ бунёди Тоҷикистони соҳиби истиқлоли мост.